دونا بولی یک معلم 38 ساله ای بود که به بی بیماری عجیبی درگیر میشه که هی hey, علائم میومد هی hey, برطرف میشد و باعث شد که کل پزشکا تعجب کنند که بیماری دونا واقعا چی بوده که آیا واقعا یک مسمومیت غذایی بوده یا ماجرا خطرناکتر از این حرفاست هی hey گایز با که حال دلتون عالی باشه من مستر خوب خوب هستم و با یه ویدیو دیگه با یه ویدیو کیس تور دیگه به سراغ شما برگشتم توی این ویدیو مثل قبلا مثل ویدیوهای قبلی قرار بریم راجع به یک بیماری خیلی عجیبی صحبت کنیم که یک خانم 38 ساله معلم 38 ساله‌ای بوده ظاهرا توی در آمریکا درگیر میشه و در نهایت ماجرای یک تشخیص عجیبی از آب در میاد خیلی عجیب جوری که اصلا نمیتونید حدسش بزنید پس حتما اگه دوست دارید ماجرای در واقع دونا بولی که یک معلم 38 ساله است و با درد شکم و تهوع استفراغ شروع میشه علائمش رو بدونید حتما تا آخر با من باشید تو این ویدیو که قرار کلی بیماری با هم یاد بگیریم کلی علامت با هم یاد بگیریم پس لیتس دو دیس گایز بریم این پرونده رو حلش کنیم یاد نره که حتما حتما سابسکرایب کنید لایک کنید کامنت بذارید و این ویدیو رو که فکر میکنید نیاز دارن همین الان بفرستید این باعث میشه که من براتون همچین ویدیو رو بیشتر بسازم بیشتر براتون آپلود کنم و انرژی به من برسه این خیلی خیلی مهم هست یادتون نره که کامنت های شما انتهای ویدیو دو تا رندوم میاد بالا پس حتما کامنت خودتون رو این زیر بذارید لایک هم یادتون نره چون باعث میشه این ویدیو به افراد بیشتری ساجست بشه بریم ببینیم ماجرای این معلم 38 ساله چیه ماجر از اونجایی شروع میشه که دونابولی معلم 38 ساله سوار ماشینش میشه طبق معمول مثل هر روز صبح و میره سمت جایی که کار میکنه مدرسه راهنمایی که کلاس هفتم رو درس میده دونابولی میره اونجا و هنی که داشته رانندگی میکرده سمت مدرسه احساس بیهسی توی اندام در دستاش و پاهاش میکنه و پاهاش اونقدر ورم میکنه که خودش میگه حس کردم که اصلا شلوارم تنگ شده برای من اون لحظه و سردرد و سرگیجه داشته اول صبح و علتش هم نمیدونسته چون سابقه ای از این بابت نداشته و خیلی سراسیمه از ماشین خارج میشه میرسه به مدرسهش و وارد کلاس درس میشه و خب شروع میشه درس زنگ ها شروع میشه و این خانم میرسه تا ساعت ده صبح و یک دفعی حین تدریس سر کلاس درد شکم خیلی شدیدی میگیره یعنی شکمش کرامپ میشه درد شدید شکم و خم میشه به جلو جوری که حتی از دردش نمیتونه راست بیسته و سری میره سمت دستشویها و اونقدر اسهال و استفراغ داشته این خانم که میگه اسهالم تبدیل به آب شده بود اینقدر اسهالش آبکی شده بود که گفت نقاط خون یعنی واقعا نقاط کوچیک خونم توی اسهال بوده خیلی حالش بود بد بوده جوری که دور چشاش گود افتاده بوده دستاش متورم شده بوده ادم اندام داشته و به شدت پیل بوده به شدت رنگ پریده بوده که همونجا در واقع مدیر بهش میگه که برای امروز کافیه حتما برو خونه استراحت کن احتمالا این این روزها چون آنفولانزا زیاد شده احتمالا به خاطر آنفولانزا این اتفاق افتاده که بولی خودش میگه نه من چند روز پیش توی پارتی باربیکیو داشتیم که یه غذای باربیکیو خوردم که فکر کنم از همون مسموم شدم چون اسهال زیاد دارم که مدیرم تایید میکنه و در واقع میره خونه که استراحت کنه زودتر از موعد میره خونه که بعد از اون که شوهرش از سر کار میاد میبینه دونا توی خونه هستش تعجب میکنه میگه خب چرا زود برگشتی ماجرا براش تعریف میکنه و جم که شوهر در واقع دونا بوده خیلی نگران میشه خیلی نگران میشه و بهش میگه همین الان باید بریم پزشک که دونا مخالفت میکنه میگه من با سوپ اینا حالم بهتر میشه الان بهترم سوپ خوردم و مطمئنم فردا حالم اوکیه حالش واقعا بهتر میشه ولی وقتی که شب میشه حالش تبش بیشتر میشه سردردش بیشتر میشه تهوع استفراغ دوباره برمیگرده و دوباره دردشی کم و اینجا بود که به اصرار خود جیم یعنی شوهر دانا تصمیم میگیرن که برن سمت حالا کلینیکی که اون قسمت بوده دونا و جن میرن سمت اون کلینیکه و پزشک اونجا بررسیشون میکنه وقتی که بررسیشون میکنه پزشک بهشون میگه که تشخیص من اینه که این مسمومیت غذایی هستش و به خاطر مسمومیت غذایی این شکلی شدی و خب دونا هم تعریف میکنه که باربیکیو داشتن چند روز پیش بهش داروی مسموط غذایی رو میده و دونا میاد خونه و به شوهرش میگه دیدی چی گفتم چیزی نبود یه مسمومیت غذایی ساده بود حالا بهتر میشه داروها رو مصرف میکنه صبح روز بعد یه مقدار حالش بهتر دونا و دوباره تصمیم میگیره بره مدرسه این دفعه کل زنگای مدرسه حالش خوبه وقتی که مدرسه تموم میشه دوباره به شدت تب میکنه دوباره تعریق دوباره ادم اندام و این دفعه اونقدر حالش بد بوده که نمیتونه رانندگی کنه برگرد خونه زنگ میزنن در واقع آمبولانس میاد دنبالش و منتقلش میکنه میره سمت بیمارستان و خب طبق معمول شوهرش با خبر میشه و جم خودشو میرسونه بیمارستان و میرن اونجا تعریف میکنه علائمش و تعوی استفراغش رو میگه اسحالش رو میگه ایناشو رو میگه که میگن که اوکی اینها همه علائم گوارشی هستن باید پزشک متخصص گوارش بیاد شما رو ویزیت کنه پزشک متخصص گوارش از راه میرسه و دونا رو بررسی میکنه وقتی که دونا رو بررسی کرد دید خب تهوع استفراغ داره اسهالش زیاده بیحاله درد شکمش ناگهانیه و این دوره ای بودن یعنی خوب میشه بد بد میشه بد دوباره خوب میشه این باعث شد فکر از مسمومیت غذایی یه مقداری تغییر پیدا کنه. چون داروی مصمت غذایی هم گرفته اینجا یه سری تست هایی انجام شد که در واقع متخصص گوارش متقاعد کرد که بیمار IBS هستش یعنی دونا داره بیماری IBSش اگه بپرسید مستر IBS چیه دوستان IBS بیماری کلش رو بخوایید مخفف اریتیبول باول سندروم یا در واقع بیماری روده تحریک پذیره توی این بیماری که علتش واقعا تا الان مشخص نشده و میگن به خاطر در واقع عدم ارتباط درست بین اعصاب مغز و روده هستن یعنی مغز خوب دستور نمیده به روده و مختل این دستورات روده ناگهانی منقبض میشه حرکات عجیب غریبی از خودش نشون میده بدون دستور مغزی بدون حتی غذا خوردن یوهی دچار کرامپ شکمی میشه و این افراد تا آخر عمرشون درگیر این بیماری هستن یعنی حالا به خاطر مشکل ژنتیکی که دارن این بیماری رو گرفتن یا به خاطر یه مدت مثلا توی زندگیشون استرسی پیدا کردن و به خاطر اون استرس این اتفاق افتاده اگه دقت بکنید به خود دانا هر موقع میرفته مدرسه این اتفاقا براش میافتاده و میتونه استرس ناشی از تدریس استرس ناشی از حالا رفتن به سر کار باشه که این بیماری رو هی تکرار شونده میکرده خب این تشخیص رو پزشک گوارش داد و به دونا گفت مشکلت اینه و نیازی به نگرانی نیستش و برگرد خونه و باید یه سری حالا مسکن های مصرف کنی هر موقع دردت گرفت و این متاسفانه آخر عمرت باید باش حالا دیل کنی سازگار بشی دونا خوشحال میشه که فقط یه آی بی اس خالی هستش برمیگرده خونه و البته از نظر من اینجا نظرم رو بگم دوستان آی بی ایس بیماری واقعا نیست که بخواد این شکلی درد شدید ایجاد کنه درد ایجاد میکنه ولی این شکلی حاد دو حمله کننده نیستش من واقعا نمیدونم که چطوری پزشک متخصص جراحی اون موقع گفته این آی بی اسه. شاید یک نوع از آی بی نادر این دردها رو ایجاد کنه به هر صورت دونا برمیگرده خونه خب صبح بوده و وقتی که برمیگرده میره استراحت بکنه باز همون همچنان پیل هستش همچنان تهوع استفراغش رو داره و خب استفاده میکنه از سوپ و مایعات همونطوری که پزشک بهش گفت باید مایعات بدنتو تامین کنی شب که میشه دونا اونقدر بدحال میشه اونقدر درد شدید میگیره به حالت فلج کننده جوری که میفته روی کف اتاق و شوهرش یعنی جیم میاد دونا رو ور میداره و با نگرانی زیاد با سرعت زیاد میبرتش که بره سمت بیمارستان توی مسیر زنگ میزنه به مادر دونا دونا دو تا بچه داشته دو تا پسر داشته مادر بزرگ این بچه ها زنگ میزنه میگه دونا حالش بد شده من دارم بیام بیمارستان تونستی خودتو برسون که دونا منتقل میشه میره سمت بیمارستان وقتی که وارد بیمارستان میشه خیلی بد حاله جوری که حتی نمیتونست رو پاهاش را بره روی ویلچر میزارنش و انقدر بد بوده که حتی روی ویلچر اسهال میکنه این شکلی بوده اینقدر فاجعه وار بوده که وارد میشه خیلی عصبی بوده جیم چون خب هیچ تشخیصی نداده بودن چندین ماه داره مراجعه میکنه بیمارستان و همچنان حال زنش بده خیلی حالش بده و خود جیم خیلی عصبی شده جوری که با پزشک بحثش میشه میگه آقا شما نتونستید برای خانمم کاری بکنید سریعا دونا منتقل میشه به اتاق ویژه چون خیلی بد حال بوده اونجا داشتن براش در واقع رگ میگرفتن که پزشک بیاد بالا سرش یک دفعه دونا سیجر یا تشنج میکنه دو سه بار تشنج میکنه اونقدر تشنجاش زیاد بوده که اینا سریعا دیاسپام ور میدارن و میخوان براش دیاسپام بزنن قبل از اینکه دیاسپام بزنن یهوی دونا توی مانیتور قلبش میسته و وی اف میکنه وی اف یعنی چی یعنی قلب به جای اینکه اینطوری بزنه داره فقط میلرزه و نمیتونه خون و پمپاژ بکنه نمیتونه خونو به اندام و مغز برسونه و عملا دونا در این در واقع بره از زمان دچار ایست قلبی و مرگ شده واقعا چه بیماری باعث ایجاد مرگ در این خانم شده آیا آی بی اس اینقدر میتونه شدید باشه که باعث ایجاد مرگ بشه من که بعید میدونم توی اون لحظه سریعا پزشک بهش شوک میده چون ما توی وی اف شک, میدیم دو, سه بار شوک داده شد و ماساژ قلبی داده شد و دونا لوله اینتوبیشن شد یعنی لوله تنفس براش گذاشته شد و تحت تهویه مکانیکی با دستگاه تنفس شد و داشتن احیاش میکردن حدود 45 دقیقه احیا شد دونا و بعد از 45 دقیقه قلب دونا برگشت و ضربان قلب دونا برگشت فشار و خون برگشت چون همونطوری که بدون گفتم دونا با کاهش فشار و خون با تب بالا و با ضربان بالا اومده بوده بیمارستان یعنی همشون علائم شکر رو میدن که البته بعیدم نیست چون دونا خیلی اسهال و تعب و استفراغ داشته کلی آب بدنش از دست داده و این باعث شده که دونا وارد یه فازی بشه که بهش میگن شک به خاطر از دست دادن آب زیاد بدن که ضربان قلب بالا میره فشار و خون میاد پایین و حتی ممکنه تب ایجاد بشه حالا این شوکه این در واقع وضعیت به خاطر چی بوده هنوز معلوم نیست فعلا تشخیصی که داده بودن آیدی اس بوده فقط ولی خب آی بی اس این کارو نمیکنه بعد از 45 دقیقه احیا قلب دونا برمیگرده و وقتی که قلب دونا برگشت به خاطر که احیا بلا فاصله بعد از تشنج بوده و همچنان خون رسانی به مغز انجام می شده به خاطر ماساژ قلبی مغز آسیبی نمیبینه و همچنان مردمک های دونا که نشوندنده سلامت مغزن کاملا سالمن و دارن به نور ریاکشن نشون میدن چون وقتی که شما میخواید ببینید مغز فرد سالمه یا نه نور میزنید به مردمکاش مردمک ها که بسته میشن توی نور و باز میشن در نبود نور این نشوندنده اینه که مغز سالمه مغز دونا خدا رو سالم بود احیا موفقیت آمیز بود و پزشک اومد بیرون به شوهرش گفت که یه بار دو بار ایست قلبی داد ماساژ دادیم شوک دادیم و اینها الان برگشته ولی فعلا از وضعیتش هیچ اطمینانی نداریم ممکنه هر آن دوباره ایست قلبی بده هنوز از وضعیت مغزش اطمینان نداریم فقط مردمکاش اوکی هن و باید بفهمیم علت تشنجش و بعد ایست قلبیش و این همه اسهال استفراغ چیه من حدس میزنم که یک عفونت خون باشه خیلی نگران بود جم جوری که حتی توی اون حالتی که پزشک بهش میگه فینت میکنه قش میکنه میفته قند خونش میفته بچه ها گریه میکنن دوتا تا پسرای دونا گریه میکنن مادر دونا مادر بزرگ بچه ها حالش خیلی بد میشه و همه منتظر یه خبری از پزشکن دونا برای اینکه حالا بفهمن مشکل از مغزش بوده که تشنج ایجاد میشده یا نه فرستادنش سی تی اسکن و سی تی مغزی که انجام شد هیچ مشکل نداشت کاملا سالم بود تازه ام هم انجام شد برای دیدن دقیق باز هم هیچ مشکلی نداشت یعنی دوتاش سالم بود از مغز که اطمینان حاصل کردن رفتن سراغ این که بفهمن حالا تست های خونی چیه ممکنه دونا یک عفونت خون بوده باشه مبتلا شده باشه به سپسیس مبتلا شده باشه و این سپسیسه که باعث این ماجرا شده آزمایش های خونی کامل ارسال میشه و همه چی نرماله حتی یک درصد عفونت توی خون دونا نبوده کاملا نرماله یه چیزی مشکل داشت توی آزمایشات دونا اینکه دونا با اینکه سابقه کم خونی نداشت در واقع اچ بی دونا هشتونیم بود یعنی اون قدم زیاد کم خون نبود ولی خب دونا سابقه کم نداشته و اچ هشتونیم هستش این خیلی نکته مهمیه که در ادامه داستان ممکنه باید به این ماجرا برگردید اوکی سایر تست ها هم انجام میشه همه چی نرمال و اوکی هستش به دلیل خاصی نمیرسن پزشک ها ولی هر طور شده بعد از یک هفته بستری در بیمارستان و بدون هیچ علت مشخصی که بخوام بهش برسن دونا حالش خوب میشه هوشار میشه کاملا اوکی میشه و مرخص میشه و بدون علت دقیق از بیمارستان مرخص میشه دوباره حالا جیم میاد دنبالش و برش میگردونه خونه دونا تصمیم میگیره 6 ماه نره مدرسه چون فکر میکنه همین رفتن اونجا مدرسه است باشه این حالتش شده چون پزشکا هیچ علتی بهش نداده بودن و این وحشتناکی که ندونی واقعا چه چیزی اتفاق افتاده از این ور چندین بار ایست قلبی داده و الان قلبش ضعیفه چون خب ایست قلبی ماساژ شوک همینا باعث ضعف قلب دو دونا شده و میخواست یه مقدار استراحت کنه شیش ماه فاصله میگیره و وقتی که انتهای در واقع سال بعدی میرسه که حالا مدارس دوباره شروع به کار بکنن دونا تصمیم میگیره دوباره برگرده مدرسه دونا برمیگرده مدرسه و میگه اون موقع حس میکردم سالم ترین فرد جهانم اونقدر حالم خوب بود که مثلا این شیش ماه استراحت کرده بودم و مطمئن شدم آره علت همین در واقع استرس ناشی از کار زیاد هستش و من باید یه مقدار استراحت به خودم دادم و برمیگرده مدرسه یک هفته حالا میره کار میکنه و خیلی خوشحال بوده که دونا از اون معلم های استرسی خیلی در واقع به فکر هستش که میخواسته تک تک دانش آموزاش موفق باشن و وقتی که میدید مثلا یه دانش آموزی خلافی چیزی انجام میده باش برخورد میکرد تا مثلا وارد یک راه بد نشه که توی اون هفته یه روزی یکی از دانش آموزا که بازم یکی از دانش آموزای تنبل خیلی خلافکاری بوده میاد بهش هشدار میده بهش تذکر میده و بهش یعنی باش دعوا میکنه لفظی و بهش میگه تو باید برگردی سر درس و مشقت نباید این کارا رو بکنی نباید این کارا رو بکنی به هر صورت بحث و جدل میشه بین معلم یعنی دونا و اون دانش آموزه و بعد از اون ماجرا وقتی که دونا برمیگرده خونه روز بعدش درد خیلی شدید توی شکم دوباره برمیگرده دوباره تهوع استفراغ درد شدید شکم و تورم اندام و بیهسی اندام دقت کنید بی حسی اندام اینو توی ذهنتون قرار بدید آنمی رو بهتون گفتم یعنی کم خونی اونو تو ذهنتون قرار بدید الان دومین نکته بی حسی اندام توی ذهنتون قرار بدید در ادامه باش کار داریم بی حسی اندام گرفته بود به خصوص در اندام پاش جوری که حتی نمیتونست ترمز و کلاچ ماشینشو فشار بده این شکلی بوده که یه لحظه فکر کرد گفت که آره انگاری که همین استرسی که به من گذشت باعث شد دوباره این اتفاق برای من بیفته اونقدر دردش زیاد بود که از اونجایی که هم سابقه ایست قلبی داشت و میترسید دوباره ایست قلبی بده گفت که قبل از اینکه من بدحال حال بشم باید برم یه حالا پزشک متخصص منو بررسی کنه من یادم رفتتون بگم که مادر دونا قبلا سابقه های کیست تخمدان داشته و همچین هایی رو تجربه میکرده مادر دونا یعنی هم مادر بزرگ بچه ها به دونا میگه که این کیست ها یادم پزشک به من گفت ارسی و ممکنه به بچه هات منتقلشون کنی و من فکر میکنم تو هم این کیست رو داری چون علائم تو رو منم داشتم این شکلی درد شکم بگیرم دونا متقاعد میشه که بره حالا یه سونوگرافی بده یه متخصص زنانی بره چکش کنه میره بیمارستان یه سونوگرافی میده ولی بازم در اون حالت بد بوده سونوگرافی که انجام میشه دیدن که توی سونوگرافیش در واقع حالا پزشکای اونجا هم چون خیلی مراجعه کرده ایست قلبی داده بوده و معروف شده بوده توی اون بیمارستان پزشک میاد چکش میکنه و تعجب میکنه که چرا دوباره این علائم یک سال پیش 6 ماه پیشش دوباره برگشته چک میکنم اینا توی سونا توی تخمدانش کیست داشته و اینجا پزشک با خودش میگه نکنه این کیست تخمدان یک کیست سرطانی باشه و حملات حاد داره که هی خاموش میشه هی دوباره برمیگرده احتمالش زیاده که پزشک بعد از اینکه سونوگرافی رو دید اینا اومد به دونا گفت که ما مجبوریم چون دلیل دیگه ای نداریم و تنها دلیلمون به شکم دردت این کیست هستش مجبوریم تو رو عملت کنیم و باید در واقع آماده عمل بشه که تو رو عمل کنی و بفهمی این کیست چیه ممکنه کیست سرطانی و بدخین باشه که توی همون لحظه بوده که دونا تشنج میکنه قبل از عمل به شدت تشنج میکنه دو سه بار تشنج میکنه جوری که نمیتونستن کنترلش کنن پرستارش میگه هشت بار تشنج کرده بوده دونا و بهش دیاسپام میدن بهش بیهوش کننده میدن تشنجش رو سرکوب میکنن و دونا با مدت دو روز بیهوشیار توی تخت میمونه بیهوشیار و حالا تنفس میگرفته و اینها وقتی که بعد از دو روز هوشیار میشه دونا این ور رو نگاه میکنه میبینه جم کنارش نشسته و جفتش نشسته و ظاهرا جم توی این دو روز کنار دونا بوده و ولش نکرده واقعا یک شوهر خیلی ایدئالی بوده که این همه این همه داشته تلاش میکرده که زنش از بین نره واقعا وقتی که دونا به هوش میاد پزشکش میاد و بهش میگه که خب الان به هوش اومدی و من فکر میکنم لازمه که همین الان ببرمت اتاق عمل و اون کیست رو در بیارم تا اینکه دوباره اون حملات ایجاد نشه و دونا موافقت میکنه و امضا میکنه رضایت میدن و منتقل میشه اتاق عمل توی اتاق عمل در واقع وقتی که پزشک شکم دونا رو باز میکنه که حالا توی ذهنش این بوده که یک کیست خیلی بزرگ قرار رو برو بشه یک کیست خون ریزی دهنده یک کیست سرطانی که این همه درد ایجاد کرده و این همه ایست قلبی به دونا داده که با یک کیست کوچولو رو برو میشه که خیلی تعجب میکنه میبینه این مگه این کیست کوچولو چیه که این همه درد برای دونا آورده اونجا بود که پزشک میگفت نکنه علت این کیست نبوده در هر صورت اون کیست رو خارج میکنه کلا تخمدان رو خارج میکنه و میفرستن آزمایشگاه و در حین عمل در واقع دونا بودن که دونا یک دفعه ای سر عمل فشارش میفته علائم حیاتیش مختل میشه با زدن بیهوشی سر عمل که خودشون هم نمیدونستن علت این ماجرا شده در حالت عادی بیهوشی این کار رو با یک فرد عادی نمیکنه ولی با بیهوشی یک ای فشار بیمار افت کرد ضربان قلب بیمار افت کرد همه چیه بیمار افت کرد که البته دارو بهش دادن نور اپینفرین بهش دادن و علائمش دوباره استیبل شد و دونا منتقل شد یه بخشی که حالا منتظر بودن هوشیار بشه اون کیسته هم رفت آزمایشا که بررسی کنن بدخیمه یا خوشخیمه سرطان یا چیه که حالا بعد از حدودا 6 7 ساعت دونا به هوش میاد حالش بهتر بود و جواب کیست از آب در میاد که خوشخیمه و اصلا سرطانی نیستش پزشک با خوشحالی میاد به دونا میگه که چیزی که ما دیدیم که کیست کاملا نرماله و مشکلی نداشته و تو خونریزی توی شکمت هم نداری حال دونا بهتر شده بود و فعلا از حال استفراغ نداشتن و خب هم دونا کاملا مطمئن شده بود به خاطر کیستش بود چون بعد از عمل حالش خیلی بهتر شده بود هم پزشک خوشحال بود که اوکی الان این کیسته رو در آوردیم حالش بهتر شده پس قطعا از همین کیسته بوده چیز دیگه ای نمیتونه باشه ولی توی اون هنگ بودن که یکی از پزشکایی که حالا اونجا بوده متخصصایی که اونجا بوده و متخصص مسمومیت بوده علائم دونا رو که میبینه یادش میفته در زمان دانشجو که تخصص بوده یه بیماری داشته که مسمومیت با آرسنیک بوده مسمومیت با فلزات سنگین آرسنیک بوده که علائمی مثل تهوع استفراغ علائم سردرد سرگیجه و بیهسی اندام اینجا که بهتون میگم بیهسی اندام و تورم اندام رو دقیقا مثل دونا داشته و میاد از دونا و جیم میپرسه که آیا با مواد مسموم کننده که دارای آرسنیک هستن مثل حالا مرگ موشی یا چیزی در تماس بودید یا نه که یه هوید میگه آره آره ما همون موقع ها یعنی همون موقعی که اولش علائم شروع شده بود 6 ماه هفت ماه پیش رفته بودن برای اینکه سنجاب های دور خونه زیاد بودن و اذیت کردن میکردن رفته بودن یه مغازی ازش مرگ موش خریده بودن و آورده بودن تا اینو گفت پزشک متخصص مصمومیت گفت پس لازم همین الان ازتون آزمایش مسمیت با آرسنیک بدیم که جم شوهر این خواهد گفت نه برای چی این در واقع زنم الان کیست تخمدان بوده حالش بده هی آزمایش هی آزمایش الان حالش بهتر شده و ما دیگه نمیخوایم واقعا خود دونا هم اینو نمیخواست که آزمایش بده چون مطمئن بود نماشی از کیست تخمدانه و کجا بوش هفت ماه پیش حالا در تماس با اگه بوده آرسنیک بوده الان که نبوده که با اصرار پزشک مسئولیت آزمایش مسمد با آرسنیکو میده و وقتی که آزمایش میاد بیرون جواب آزمایش منفیه و بیمار هیچ مشکلی از نظر مسمومیت با آرسنیک نداشته و شوهر دونا بهش میگه دیدی گفتم چیزی نداره و خب اون پزشک میگفت فقط میخواستم مطمئن بشم که دیگه دوباره اتفاقا نیفته تشکر میکنن و اینها و مرخص میشه دونا و برمیگرده خونه حالش کاملا خوبه و حالش خیلی بهتر میشه و در حال بهبودی بوده که متاسفانه یک ماه بعد از این ماجرا دوباره برمیگرده مدرسه و دوباره حین برگشت به مدرسه دقت میکنید سایکل ها اون ریتم ها چطورن همش در حال برگشت به مدرسه و مریض میشده هینه برگشت به مدرسه در ابتدا حس میکنه دستهاش در واقع بیهست شدن ریزش مو داشته و یه سری خطوط روی در واقع زیر های دستش پیدا شده بود یه سری خطهای زیر در واقع در بستر ناخونهای دستش پیدا شده بود که خودش براش عجیب بوده و سرگیجه و تحوه استفراغ دوباره شد دوباره درد شکم که این دفعه دیگه مستقیم منتقل میشه بیمارستان و همه پزشکا میان بالا سرش یعنی تبدیل به یک بیمار معروفی شده بود که دیگه همه میشناختن چون همه بررسیش کرده بودن هیچ مشکلی از هیچ نظری نداشته و این دفعه دیگه پزشکا گفتن تا تشخیص ندیم ماجرا چی بوده این خانم و مرخصش نمیکنم چون عملا با ترخیصش داریم اونو از بینش میبریم داریم میکشیمش یعنی همچین حالتی داشتن دیگه اون پزشک ها میخواستن تست های دیگه روش انجام بدن که یه لحظه پرستار رفت بالا سرش و خواست در واقع دونا رو بفرست دوباره عکس امارای ازش بگیره دوباره دونا رو گذاشتن رو تخت و داشتن میبردنش که عکس امارای ازش بگیرن ولی پرستارش در واقع دف... پرونده بیمار رو یادش رفته بوده توی اتاق کناری برمیگرده توی اتاق کناری دونا که پرونده رو بر داره و با یه چیزی روبرو میشه اون پرستاره که وحشت زدش میکنه یعنی پرستارو رو وحشت زده میکنه یه چیزی رو میشنوه اون پرستاره که وحشت زده میشه و پرونده رو میذاره پیش دونا روی تخت دونا بدون اینکه دونا رو ببره برمیگرده سمت پزشک مسئول دونا و بهش میگه که همچین اتفاقی افتاده که الان در ادامه بتون میگم که این پرستاره چی شنیده که این همه وحشت کرده پزشکه بهش میگه این چیزی که داری به من میگی خیلی چیز خطرناکیه و ممکنه لایسنس تو ازت بگیرن پرستاری تو ازت بگیرن و از تو شکایت بشه حواست هست چی داری میگی میگه کاملا پرستاره میگه کاملا مطمئنم پرستاره هم هست گریت یعنی اسم خود پرستار گریتا هستش و می گفت من کاملا مطمئنم از چیزی که شنیدم و مطمئنم با این چیزی که من الان دارم تصور می‌کنم علائم دونا کاملا توجیه پذیر هستش پزشک مسئول دونا برمیگرده سمت دونا و دوباره اون رو بررسیش میکنه و میبینه موهاش داره میفته تب و تب و استفراغ داره اسحالش زیاد هستش بیحال دهیدرس یعنی آب بدنش کم شده اندامش بی‌حس هستن و متورمن و کلا گیج و منگ هستش این خانمه تمام این علائم رو که کنار هم میذاره میبینه دقیقا همه علائم علائم مسمومیت با آرسنیک هستن همهشون علائم مسمومیت با آرسنیک هستن یعنی یا مثلا حتی مسمومیت با طلا و جیوه هم این علائم رو میدن کلا مسمومیت با آرسنیک این شکلیه که وقتی که فرد آرسنیک استفاده میکنه بعد از چند روز یا مثلا حالا در آب آب آلوده بوده به آرسینیک حالا به خاطر مرگی موشی چیزی فرد در افتاد تحوست فراغ میگیره دردهای شدید شکمی میکنه سرگیجه سردرد علاوه بر اینها خطوط در بستر ناخون که بهش میگن در واقع میست لاین خطوط میس اسمش هست میس خیلی جالبه خطوط جالبه که توی این تصویر میبینید که مخصوص این مسمومیت ها هستن که این در واقع دونا داشتش در واقع ریزش مو رو داره کاهش وزن بدن رو داره از بین رف... رفتن و پیل شدن و خ... کم خونی آنمی که در بهتون گفتم توی ذهنتون نگه دارید آرسنیک باعث در واقع پارگی اون گلبول قرمز میشه و کم خونی رخ میده آروم آروم اما خب شاید بگید مثل خب توی آزمایش قبلیش که خون بوده آنمیش در واقع آرسنیکش منفی بوده چرا میگی باید مشکوک به مسمومیت با آرسنیک بشن قبلا تست کرده بودن اینجا پزشک قشنگ یادش افتاد که قبلا فقط خون رو تست کردن در صورتی که آرسنیک باید خون رو تست کنی ادرار رو تست کنی مو رو هم باید تست کنی موی فرد رو هم باید تست کنی چرا چون دوستان ببینید آرسنیک توی خون و ادرار خیلی سریع دفع میشه یعنی نمیمونه تاثیرش رو میذاره روی سلول ها و بعد توی خون نمیمونه سریعا توی دو روز دفع میشه و مثلا اگه فرد بعد از مثلا سه چهار روز مصرف آرسنیک چهار حال مشکلات بشه مو ما مسمومیت به آرسنیک داره ولی توی خونش ممکنه منفی باشه اما آرسنیک توی مو تا دو ماه میتونه بمونه وقتی که فرد دچار مسمومیت بشه پس باید حتما مو رو چک بکنه این دفعه هم آزمایش خون ازش گرفتن هم آزمایش مو ازش گرفتن و هم آزمایش ادرار که باز آزمایش خونش منفی اومد آزمایش ادرارش منفی اومد ولی آزمایش مو به شدت میزان آرسنیک بالایی رو نشون میداد بیمار مش... در واقع بیمار مسموم با آرسنیک با دوز بالا شده بود اما واقعا علت چی بوده یعنی ناشی از همون مرگ موشی بوده که 7 8 ماه پیش که الان میگذره از این ماجرا دوچاره حالا این اتفاق افتاده براش که هی داره داره مسمومیت برمیگرده آخه این شکلی نیست که شما مسموم بار... مسمومیت که اتفاق براتون بیفته که بعد حالا خوب بشید برطرف بشه بعد دمونه توی بدنتون دوباره مسموم بشید دوباره خوب بشید این شکلی نیستش مسمومیت بارسینک وقتی که شما میگید مسموم شید بعدش خوب میشید دوباره وقت تا اینکه دوباره مسموم بشید اتفاقی براتون نمیفته چیزی که در واقع در دامنتون میگم نمیخوام الان بهتون بگم پرستار چی شنیده بود ولی اینو میخوام بهتون بگم که اینا شک کرده بودن به اینکه بیمار خودکشی کرده و در زنگ میزنن به کاراگاه و حالا پلیس امنیتی و اینا میان که بررسی کنن که حالا بیمار مشکلات افسردگی یا روانپریشی برای خودکشی داشته یا نه چون معمولا بیمارایی که مثلا با میشن با خودکشی این کارو میکنن که البته یه نکته خیلی مهمیه وقتی که شما میخوای خودکشی کنی وقتی که آرسنیک استفاده میکنی اون حجم از آرسنیک که یک دفعه بیمار در میاره نمیذاره این شکلی طولی بکشه و اومدن باش در واقع حرف زدن و اون روانپزشکی اون روانشناسه و اون کاراگاهه فهمیدن که آقا این نه اقدامی به خودکشی کرده چون خودش گفت که من هیچ اقدام به خودکشی نکردم نه افسردگی داره نه مشکلی توی زندگیش داشته هم شوهرش دوستش داشته هم بچه هاش داشته هم خونش داشته هم کارش داشته هم به کارش علاقه داشته و اینها هیچ مشکل از ذره خیلی بعید میرسه که این خودکشی کرده باشه که بهش گفتم به کی مشکوکی و اونم میگفت که من هر موقع برمیگشتم مدرسه و از غذاهای مدرسه استفاده می‌کردم و اینها حالم بد میشده که قبلا فکر به خاطر استرس مدرسه است اما الان به دانش آموزایی که باشون دعوا کردم مشکوکم خود اون خانم دونا گفتن که یادتون هست بهتون گفتم یه دانش آموزی خلافکار بود حالا باش بحث میکردن رفتن چک دو تا از دانش آموزایی که مشکوک بوده اونا رو چک و بررسی کردن کاراگاهی کردن دیدن اونا هم کاملا در واقع امن هستن هیچ مشکلی نداشتن و در واقع علت مسمومیت دونا اون دو تا دانش آموزه بنده خداها نبوده کاملا سلام که برمیگردن به دونا دونا برای مسمومیت با آرسنیک از داروهای دیمر کپرول استفاده میکرده دیمر کپرول یک داروی ضد مسمومیت با آرسنیک هستش باعث میشه وقتی ما از این دارو استفاده میکنیم به صورت آی ام داخل عضلام تزریق میشه باعث میشه که بره این آرسنیکی که حالا چسبیده به پروتئین های بدن جدا کنه و آرسنیکو دفع میکنه و حال بیمار برطرف بشه ما برای اینکه بیمار آرسنیک رو حالا درمان کنیم باید حتما بهش مایعات بدیم جایگزین کنیم بهش دیمر کپرول بدیم بهش در واقع داروهای ضد دلتا بدیم که بیمار برگرد از اون حالتش تب نکنه و اینها و حال دونام خوب شده بود یعنی آرسینیکش دفع شده و خدا رو آسیبی به کبد و کلیش وارد نشده بود و با قلب ضعیفی که داشت باز هم حالش خوب شده بود اینا برگشتن به دونا گفتن که کار اون دو تا دانش آموزم نبوده آیا به کسی مشکوک هستی آیا به کسی ممکنه شک داشته باشی که یه لحظه دونا رفت تو فکر و بهشون گفت آره تنها کسی که دیگه الان به شک دارم شوهرمه همه تعجب زده شدن گفتن که جیم که بات خوبه همه چی اوکیه چرا باید گفت نه من فکر میکنم که شوهرم منو مسموم کرده چرا گفت چون قبل از هر حمله ای خودش به برای من غذا پخته بوده خودش به من شیر میداده و اصلا راضی نمیشد من پاشم غذا بپزم به این که حالم خوب بوده و حالا برگردیم چیزی که پرستار شنیده بوده چیزی که پرستار شنیده بوده این بوده که وقتی که برمیگرده پرونده رو از اتاق جفتیه دونایه دید که شوهر دونا در داخل اتاق داره با یه خانمی حرف میزنه قشنگ صدای اون خانم از پشت تلفن میومد که قطعا دونا نبوده چون دونا مریض بوده و داشته با یه خانمی صحبت میکرده و داشته به اون میگفته که دونا به آرسنیک مسموم شده قشنگ اسم آرسنیک و شوهرش میگفته پشت گوشیه به یه نفر داشته اینو میگفته و سریعا این حرف رو دونا در واقع پرستار دونا گریت میره به پزشک میگه حالا وقتی میرن از شوهر دونا بازجویی میکنن در نهایت شوهر دونا اعتراف میکنه که بله خودش با گذاشتن آرسنیک توی غذای دونا خواسته اون رو بکشه و با پول بیمه که از حالا دونامی اومده بره با یه نفر دیگه که باش هماهنگ کرده بوده یه خانمی که همین خانمی که باش صحبت میکرد با تلفن باش ازدواج کنه و با اون تشکیل خانواده بده و این شکلی بوده که خود اون در واقع پدره نمیذاشته بچه ها از غذاهایی که میخواسته به دونا بده بخورن یکی از بچه های اون پدره اعتراف کرده بوده که هر موقع ما میخواستیم بریم از ژلی که پدرمون برای مادرمون استفاده میکرد بخوریم حتی با اینکه مادرمون به اون اجازه میداد پدر عصبی می شده و گفت حق ندارید از این جلز. این ژل فقط برای مادرتونه و این شکلی بوده که این فرد یک قاتل از آب در اومده با اینکه نقش بازی میکرده که زنشو دوست داره با اینکه این همه نگران بوده با اینکه این همه زنشو میبرد بیمارستان با اینکه با پزشک دعوا کرد که چرا زنش خوب نشده در نهایت علت بیماری این خانم بنده خدا این آقاهه بوده که این همه هر بار داشت مسمومش میشد و به خاطر همین بود که مسموم میشد حالش خوب میشد دف میشد دوباره حالش خوب میشد خانمه میخواست برگرده سر کار دوباره اون آقاهه آرسنیک میریخت و اون خانمه مسمومش میکرد و این شکلی بود که دادگاه برگزار میشه و جم 100 سال زندان میبرن براش و میره زندان و در واقع دانا از مرگ حتمی و از قد نجات پیدا میکنه دوباره ازدواج میکنه و تشکیل خانواده میده و الان هر موقع که به یاد اون ماجرا میفته گریش میگیره ولی همچنان داره در واقع تدریس میکنه همچنان عاشق کارشه و دیگه اون علائم به سراغش نیامد در واقع دونا نه آی بی اس داشت نه مسمومیت غذایی بود نه در واقع مشکل کیست هموراژی یا کیست تخمدان بود نه سپسیس بود نه هیچ کدوم از اینا بود بلکه مسمومیت با آرسنیک بود که هم بیهسی میداد هم تنگی نفس میداد هم کاهش فشار و خون میداد هم تهوع استفراغ اسهال میداد هم تب میداد که هی دوره ای برطرف میشد و برمیگشت و تا دم مرگ دونا رسید ولی نزاشت این کارو بکنه شوهرش و در نهایت شوهره بود که توی دام افتاد و چقدر واقعا یک موجود وحشتناکی میتونه باشه این جم هست این تصویر واقعی جم و دونا هستش که در وقتی که جوونی با هم ازدواج کرده بودن و این هم تصویر کامل خانوادهشون هست و اینم جم بعد از سالها در زندان که همچنان که توی زندان هسته شما میتونید ببینید امیدوارم نهایت لذت رو از این کیس عجیب کاراگاهی قتل و البته علمی چون فهمیدیم علائم آرسنیک چیه داروی آرسنیک رو فهمیدیم دیمر کپرول و اینکه برای بیماری آرسنیک چه کار باید بکنیم تا ویدیو بعدی نمیدونم ممکنه راجب چی باشه مستر پسندن باشید راستی یادم رفت بهتون بگم که این دو تا کامنتی که اینجا میرید بسیت رندوم انتخاب شده از کامنت های شما پس حتما کامنت هاتون رو اون پایین بذارید چون باعث میشه که من انرژی بگیرم و من دو تا از کامنتاتون رو رندوم بیارم بالا لایک هم یادت نره چون باعث میشه این ویدیو به افراد بیشتری ساجست بشه تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون